آراد برندینگ، راهی به سوی ثروت. به نام خدا. سلام دوستان، علی پرآور هستم، یکی از مدیران استراتژیک آراد برندینگ. موضوع امروز ارتباط حرفه‌ای فروشندگی با مشتری مداری رو براتون صحبت کنم. راه‌های مشتری مداری یکی از بدترین اتفاقی که برای کسب و کار و فروشنده های آماتور میفته میدونید چیه؟ اینه که فروشنده ها مشتری رو به حال خودشون میذارن، رهاشون میکنن و هیچ برنامه‌ای برای ارتباط با مشتری خود ندارن. مدیریت ارتباط با مشتری یکی از مهمترین اصول مشتری مداری باشه. خیلی ها تصور میکنن که وقتی محصول و خدماتشون رو فروختن دیگه کار تمومه، چون مشتری از خریدش راضی بوده و فروشنده هم تونسته به پول برسه و به همین خاطر هیچ برنامه‌ای برای مدیریت ارتباط با مشتری رو ندارن و ارتباط با مشتری رو قطع میکنن. ارتباط با مشتری، فرض بکنیم که شما لوازم خانگی میفروشید و همیشه هم در کار فروش موفق بودید و مشتری های شما هم از شما رضایت دارن، ولی نکته اینجاست که شما برای ادامه موفقیت برای کسب و کار خودتون به مشتریاتون نیاز دارید، ولی مشتری ها به شما هیچ نیازی ندارن. خوشبختانه چیزی که زیاده و در دسترس همه هست محصول و خدمات متفاوته که هم میشه از اینترنت خریداری کرد و هم از فروشنده ها و بازاریاب هایی که قصد برقراری ارتباط رو با اونا دارن. چیزی که اهمیت داره و شما باید بدونید این هستش که شما به مشتریاتون نیاز دارید و مشتری ها هیچ نیازی به شما ندارند و در نتیجه برای اینکه بتونیم کسب و کار خودمون رو رشد بدیم و فروش رو بیشتر بکنیم باید راه های مشتری مداری رو بلد باشیم. نکته مهم، مشتری جایی میره که حس خوبی داشته باشه. ارتباطتون رو با مشتری قطع نکنید. فرقی نمیکنه چی میفروشید و با چه قیمتی ارائه میکنید. بعد از اینکه محصول یا خدماتتون رو فروختید باید با مشتری ارتباط داشته باشید. مثلا به یکی از مشتریاتون کامپیوتر فروختید، بعد از فروش با مشتری تماس بگیرید و بگویید تونستی ویندوز نصب کنی یا من بهتون یاد بدم. اگر در مورد لپتاپتون سوالی دارید من در خدمتتون هستم. یک کیف لپتاپ جدید آوردیم، میخواستیم به عنوان هدیه براتون احضار کنم. شما با هر روشی که ممکنه، یا ایمیل، نامه، تلفن با مشتری ارتباط بگیرید و اونا رو راهنمایی کنید. این موردی که گفتم یکی از مهمترین راه‌های مشتری مداری است. یکی دیگه از راه‌های مشتری مداری اینه که مشتری رو سورپرایز کنید. به عنوان مثال میتونید بعد از اینکه محصولتون رو فروختید به مشتری یه هدیه بدید، یا بعد از فروش وقتی پول رو گرفتید یا بعد از توافق قیمتی تخفیف بدهید. اطلاعات کسب کنید. یکی از مهمترین و سخت‌ترین کارهایی که تو جنگ انجام میشه میدونید چیه؟
کسب اطلاعات از دشمن و هر کسی که باشون سرکار دارن. خوشبختانه در فروش دشمن وجود نداره، همه دوست هستن. اون همه دوستانی که به ما خیر و برکت میرسونن، تا جایی که میتونید از مشتریتون اطلاع داشته باشید. شما سعی کنید اسم و فامیلی مشتری، تاریخ تولد، بچه داری نداری، کجا کار میکنید، این اطلاعات رو از مشتری بگیرید. فرض کنیم که فهمیدی مشتری ما تاریخ ازدواجش چه روزیه. اینجاست که باید خودمون رو به عنوان یک فروشنده نشون بدیم. و یکی دیگه از تکنیک های راه های مشتری مداری رو پیدا کنیم. زنگ میزنیم، سال روز ازدواج مشتری رو تبریک میگیم و یا به خاطر این روزش بهش پیشنهاد خرید محصولی که میدونیم دوست داره رو میدیم. البته با یک تخفیف درست حسابی. مثال واقعی، بانک ها رو دیدی؟ روز تولد بهتون پیامک میدن تا نشون بدن که به یاد شما هستند. شما هم میتونید از این روش ها استفاده کنید. کاری که شما باید انجام بدید اینه که نشون بدید به یاد مشتری هستید و هر کاری از دستتون بر بیاد در رابطه با محصول یا خدماتی که بهشون فروختید انجام میدید. این تکنیک ها شاید ساده باشن ولی در عمل کار سختی هستن و از همه مهمترین راه های مشتری مداری می باشن. هدف اینه که مشتری رو راضی کنیم طوری که اگر دوباره پیشنهاد فروش دادیم خیلی راحت تر به ما اعتماد کنه. و تو بازاری که پر از فروشنده و وبسایت های اینترنتیه، بیاد محصولات ما رو برای خرید انتخاب کنه. نکته پایانی رو براتون بگم. مثل راه رسیدن به خدا، راه های مشتری مداری هم زیاده. ارتباط با مشتری رو براتون گفتم. تا جایی که میتونید سعی کنید به مشتری حس خوبی بدید. بعد از اینکه محصول یا خدماتتون رو فروختید با مشتری تماس بگیرید و اونا رو راهنمایی کنید و نشون بدید که به مشتریانتون ارزش قائلید و ارتباط با مشتری رو فراموش نکنید. اگر دوست داشته باشید در مورد محصولات، بازاریابی و فروش میتونید با مشاورین آراد برندینگ ارتباط بگیرید. امیدوارم از این پادکست بهره برده باشید. موفق و معید باشید. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.